بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز یکشنبه هست، 28 فروردین ماه 1401، 14 جلسه روش عناصر محدود هست که در خدمت عزیزان هستیم. من یه اشاره گذرا به مطالب جلسه گذشته خواهم داشت و بعد متعاقب اون سوالات جدیدی رو طرح میکنم و در خدمت عزیزان خواهم. یه مسئله داشتیم که عملا داده های ما طول یک تیر سینتری ساپورت بین بود، سختی خمشی این تیر بود، بارگذاری تیر عمدتاً یک لنگر متمرکز در دو طرف به مقدار ثابت و شرایط دقیقاتی نیچر آف ساپورت. خواسته ما برای این مسئله این بود که بریم و دیفلکشن در این تیر رو حساب کنیم و نهایتاً روش‌های مختلف محاسباتی رو که امکان حل این مسئله هست رو هم مقایسه کنیم. گفتیم ابتدا ساکن تأکیدآمیز برای هر مسئله‌ای خیلی اهمیت خواهد داشت که این خواستاداده‌ها و خواسته‌ها رو شفاف بیان بکنیم، بولوشش یک توضیحاتی بدیم که دلالت بر جا افتادن مطلب در ذهنمون هست و ولی ارتباطی بین داده‌ها و خواسته‌ها برقرار کنیم که دو تا گزینه داشتیم که ما فعلا با این گزینه اولی سرکار داریم. مشتق دوم فی نسبت به اکس بودش نمیشه و بعد این معادله دیفرانسیل حتما باید شرایط مرزیش هم بیان بشه تا پاسخش منحصر به فرد بشه. گفتیم 9 قدم باید برداریم تو با استفاده از روش ریتز این معادله حل بشه. قدم اول تجزیه دامنه محاسباتی به تعداد المان بود که برای روش ریتز موضوعیت نداره، یعنی عملا روش ریتز میتونیم بگیم یک روش ترولی مشلس متده، نیاز به گره محاسباتی نداره. طولی مشلس یا مشفری مثل استپ دوم ناظر بر این بود که ما بیاییم تابع تقریب رو، نه تابع میانی ها، تابع تقریب رو، approximating function رو کل دامنه محاسباتی شروع کنیم تخمین بزنیم. به طور کلی ساختار تابع تقریب اگر چنانچه با این نماد نشونش بدیم این approximating function over the entire domain یا این پارامیتر approximating function over the entire domain مساوی بود با یک کمیت n0 از function of x به اضافه summation i از 1 تا n. این n با این n یکی هست c i undetermined coefficient n i x. گفتیم رسالت این جمله که بیرون از سمیشن هست جذب تغییرات به اصطلاح شرایط مرزی ناهمگن هندسی.
ما نگران شرایط مرز نوع دوم و سوم هم نیستیم، چرا که شرایط مرز نوع دوم و سوم در داخل variational formulation چطور شدن؟ embedded شد. فقط نگران اعمال و ارضاء شرایط مرز نوع اول هستیم. این شرایط نوع اول یا همگن هم یا غیر همگن هم. یا همگن هم یا غیر همگن هم. اگر همگن بودن که این صفر، اگر غیر همگن بودن رسالت این بخش ارضای شرایط مرزی هندسی غیر همگن. این قسمت چطوری انتخاب میشه؟ این آی اکس بدون توجه به مقدار آی باید شرط تابع شکل نهایی بخش همگن شرایط مرزی هندسی یا نوع اول رو ارضا کنه. یعنی ما میایم شرط مرزی غیر همگن بود همگنش میکنیم، میگیم این شرط مرزی همگن رو باید اینا چکار کنم؟ ارضا کنم. خب اینجا اشاره داشتیم به خانواده های مختلف پولینومیان، ترانسندنتال، منظور تراجنومتریک، هایپربولیک، آر بی اف. انهای رو با توجه به این چهار تا خانواده میتونی انتخاب بکنی. پولینومیان، فانکشنز، تراجنومتریک فانکشن هایپربولیک فانکشن منظورم سن هایپربولیک و سن هایپربولیک بیرو و آر بی اف فانکشن، رادیال بیسیس فانکشنز. جلسه قبل گفتیم اینها که چون معادله ما محروض بیشتر از مرزی همگیر این زیرو صفره و آمدیم این آی رو از فانکشن آف اکس گرفتیم، اکس به قوه آی در المنت های اکس. حالا ممکن هم از شریفی پرس بگه چرا آی رو روی این نذاشته، چون اونم بازم درسته. منطقه اگر چنچه آی رو این بذاریم بازم برای آی مساید یکی میشه، ولی برای آی مساید دو یه مقدار این به توان رسوندنش حجم بیشتر محاسبات رو خودش اختصاص بود. تراجنومتریک فانکشن هم گفتیم باید انهای رو طوری انتخاب بکنیم که شرایط مرزی همگن نوع اول رو ارضا کنه. سینوس پی اکس اوور ال در آی. اگر چنانچه آی یک باشه سینوس پی اکس اوور ال در اکس صفره، در ال هم صفر. هم تو در آتاج توابع هایپربولیک و تو به شکل هم میتونید مثال هایی رو داشته باشید. استپ 3 باید بیاییم استرانج فرم رو تبدیل به ویک فرم یا وریشنال فرم نشن کنیم روی کل دامنه محاسباتی. ما این کار رو انجام دادیم و به صورت
اینتگرال قصر تا ال ای آی ای افی به دی ات به توان دو به اضافه دو تا ام زیرو یه اکس یه اکس. دقت بکنید ابتدای درس حساب تغییرات یه سری مسائل ما معرفی کردیم که مستقیما چی بودن؟ به صورت کنشمند اولین جلسه حساب تغییرات یه تعداد مسئله معرفی کردیم، همگی به صورت کنشمند در آمد. ابتدای درس که جلو رفتیم رسالت من این بود که بریم کنشمند رو تبدیل بکنیم به معادل دیفرانسیل، ولی اینجا عملا معادل دیفرانسیل رو میان تبدیل به کنشمند میکنیم. معنی نمیده دوباره بیام این کنشمند رو تبدیل بکنیم به معادل، باید باید بیرون میام، باید موقعی که این کارش کردیم بعد هشت بوست هم برشموردیم، این هشت بوست سه‌چهارتاش رو مستاقی توی گذر از این به این باز کردید. استپ چهار، باید بیام این مسئله رو از دامنه حساب تغییرات بندازیم تو دامنه حساب دیفرانسیل، نه اینکه تبدیلش کنیم بگیم، بلکه اینجوری بیایم بندازیمش تو دامنه حساب دیفرانسیل که بگیم اگر ما به جای این فیا approximating function order در دامن رو بذاریم، موقعی که اینتگرال میگیریم اکساش دو میشن از بین میرن، تنها چیزی که میمونه این اندیترمین کوفیشنت ها هستن C1, C2, C3, C4, C5 کلان، و بعد یک تابعی داریم مثل آی که آرگومنتش که تابع نیست، یه برداری هست که C1, C2, C3 معنفاش هستن، میگیم این C1 و C2 و C3 که دیگری آف ریدم های ما هستن، درجات آزادی ما هستن، مقدارشون چقدر باشه تو این آیچ دو باشه کمی باشه. آمدیم توی استپ 4 به جای فی گذاشتیم فی هت این پارامتر آپروکسیمیتینگ فانکشن و همچی سیستمی رو به دست آوردیم. که چی بود؟ انتری عمومیش آی و جش بودش ای آی اینتگرال از صفر تا ال M prime I as a function of x, M prime J as a function of x, EX. این انتری عمومی استیفنس ماتریکس C که CX دو سیسته هست، B هم یه برداری هست که معرفه باش از C تا L N I X B X. شاید برای اینکه یک کمی کانسیستنت با فاینل المنت حرکت کنیم، اینجا رو استپ چهار رو که بگیم محاسبه خواص المان هست رو ما چیه؟ نداریم، چون المان نداریم که بخوام خواصش حساب بکنیم، مستقیما میریم سراغ استپ پنج. استپ پنج این هست که بیایم کامپیوت سیستم پروپرتیز. چجوری کامپیوت سیستم پروپرتیز؟ به جای فی میزنیم فی هم اینجوری سیستم مشخصاتش به دست بود.
پس استپ 4 که کامپیوت المنت پروپرتیز هست، به خاطری که ما توی این روش ریز المان نداریم موضوعیت نداره. استپ 5 که کامپیوت سیستم پروپرتیز هست، کجا گذین کردن فی با فی هست و مانا کردنش حاصل میشه. استپ 6 باید بیام شرایط مرزی رو اعمال بکنیم. باز این هم اپلیکیبل نیست اینجا. چرا؟ چون ما تو انتخاب توابع شکل شرایط مرزی رو چیکار کردیم؟ آنل کردیم. پس این هم اپلیکیبل نیست. استپ 7 آمده کامندس این هست که بیاییم آن از کلام من تغییر داریم. بله دکتر، من با شما هستم. استپ 7 این هست که بیاییم شروع بکنیم این سیستمی رو که به دست آوردیم حل بکنیم. سارد ریزالتیم سیستم می شود سی مساوی با که اینورس زرد در بی. حالا من اینجا دو تا سوال میخوام بپرسم، شروع کنم به دو تا سوال پاسخ بدم. یه سوال خانم از غلامی جلسه قبل، یه سوالم این هست که اگر از این استفاده کنیم چی میشه. سوال خانم از غلامی چی بود؟ خانم از غلامی گفتش خب شما اومدید این رو یک گرفتید و بعد یه معادله مجهولی گیرتون اومد که کیک یک ضرب سی یک مساوی با وی یک. رفتی سی یک رو به دست آوردی، دیدید سی یک شد مساوی با منهای ام زیرو بخش بر دو دویا و گفتید این متناظر، یعنی جواب فیتون approximate in function over the entire domain one parameter approximate function چون با به اگزکتتون یک. منهای M0 بخش بر دو تا ای آی X در ال منهای سار سار کنم از پرسیدن آیا بدین اگر این رو مساوی با دو بگیرید باز همین جواب گیرتون میاد. این که دو بگیریم چطور میشه؟ این که دو بگیریم این مشکل نداریم باش، این هم مشکل باش نداریم، این هم باش مشکل نداریم، این هم باش مشکل نداریم، اینجا هم مشکل نداریم. یعنی مستقیم باید بیم همینجا این رو دو بگیریم، بگیم این مساوی با دو، در نتیجه ما موقعی که این مساوی با دو میگیریم عملا این میشود دو معادله و دو مشهور که اگر چنچنان بخوام بنویسمش باید بنویسم که یک یک ضرب سی یک به اضافه که یک دو ضرب سی دو مساوی با بی یک. که دو یک ضرب سی یک به اضافه که دو دو ضرب سی دو مساوی با بی دو. در پاسخ به این سوال که یک یک که یک دو که دو یک که دو دو چطور حساب میشه، این انتری عمومی رو داریم و توابع شکل هم داریم. موقعی که شما توابع شکلتون اینجور هستن این یکتون میشه اکس در این، این دو تون میشه اکتر توانه دو در این. پس اونو برقی با لحاظ کردن این یک از فانکشن آف اکس مساوی با اکس در المنت های اکس و این دو از فانکشن آف اکس مساوی با اکس دو در المنت های اکس ما میتونیم
باشون تشکیل دادیم ببینیم چه اتفاقی برای سی یک و سی دو میفته. من این کار انجام دادم برای صرفه‌جویی در وقت، نتیجهش رو خدمتون می‌نویسم. ولی خب توصیه میتونم که این کار خودتونم انجام بدید و ببینید چه اتفاقی. سی یک مساوی با منهای ام زیرو بخش برای دو تا ای آی، سی دو مساوی با صفر. یعنی عملا موقعی که شما هوشمندانه تا به شکل انتخاب بکنید، هر تعداد جمله هم در نظر بگیرید، هر تعداد ترمی هم اینجا در نظر بگیرید، توی این سی بعدی صفر میشه. حالا سوال بعدی که میخوام طرح بکنم و با هم مرور بکنیم ببینیم کیفیت پاسخ ما چه خواهد بود اگر بیایم از تراجنومتری فانکشن انتخاب استفاده کنیم به چه صورت. خب اگر چنانچه من این رو بگیرم یک اینجا این رو بگیرم یک، یعنی عملا میشه سمیشن های از یک تا یک میشه سی یک، یعنی یک. پس این یک هم چقدر هست؟ این یک اکس هم هستش سینوز پی اکس اوه کی یک یک می شود دی آی اینتگرال از صفر تا ال ان پرایم. ان پرایم می شود، من می نویسم که اینجا ان پرایم یک از فانکشن آف اکس می شود پی روی ال کوسینوس چی؟ پی اکس رو بعدی باید به توان دو برسه، می شود پی به توان دو روی ال دو کوسینوس به توان دو پی اکس الون پی اکس. خب من برای که بتونم این اینتگرال رو حساب بکنم باید بیام از این رابطه استفاده کنم که کوسینوس 2x مساوی از با 2 تا کوسینوس 2x منهای 1 یا کوسینوس به توان 2x مساوی هست با یک دوم در یک به اضافه کوسینوس دو ایکس. یه رابطه مثلثاتی که میتونیم ازش استفاده کنیم و این اینتگرال رو جلو ببریم. میشود پی دو روی ال دو در ای آی یه دونه دو هم اینجا تولید میشه. بعد هم این هم میشه از اینتگرال از صفر تا یک به اضافه کوسینوس دو پی اکس روی ال دی اکس. متوجه شدی چیکار کردم؟ آمدم به جای کوسینوس دو از اونجا گذاشتم آرگومنت اکس هم اونجا تو فرمولا ها او اتحاده اونجا اکس اینجا شده پی اکس اوله در نتیجه دو اکس همون میشه دو پی اکس اوله پی دو روی دو ال دو دی آر. حالا این اینتگرال هم که حساب بکنیم میشه مساوی با پی دو روی دو تو ال دو ای آی اینتگرال یک میشه اکس
انتقال کوسینوس هم می شود ال روی دو پی سینوس دو پی اکس روی این بالا از سفته چقدر حساب بشه؟ یه بابا دو جای ایکس بذاریم ال، یه بابا دو جای ایکس بذاریم ال اینجا بود، یه بابا هم سفت بذاریم. اگه سفت بذاریم که سفت میشه، اگر هم ال بذاریم جمله سفت میشه، فقط هم جمله میمونه. پس بنابراین حاصل این میشود مساوی با پی دو روی دو ال یا این کاری یک یکی بی یک رو هم لازم داریم بی یک مساوی با منهای امزی رو اینتگرال از صفر تا ال این یک سینوس پی اکس روی ال در چی؟ پی اکس میشه مساوی منهای ام زیرو. حالا اینتگرال سینوس پی اکس رو میشود منهای چی بچه ها؟ ال روی پی کوسینوس پی اکس رو درسته؟ این باید از چند تا چند حساب بشه؟ از سته. این منطقی با این منطقی چطور میشه؟ از بین میره میشه باید M0 L روی P در خب اگر L بذاریم کسین این L باید بذاریم کسینوس P چقدره؟ منهای یکی منهای اگه صفر هم بزنیم کسینوس صفر هم چقدره؟ منهای یکه پس حاصل این میشود منهای دو تو ام زیرو ال روی پی خب کای یکی ضرب از یک مساوی بی یک اینجا می‌نویسم کای یکی پی دوم بخش برای دو تو ال ای های ضرب در سی یک مساوی منهای دو تو ام زیرو ال بخش برای پی از اینجا سی یک میشه چقدر بچه ها؟ میشود دو ضرب در دو میشه منهای چهار ام زیرو ال به توان دو بخش بر پی به توان سه خب ما چجوری میتونیم کیفیت جواب رو برای انتخاب توابع مثلثاتی با کیفیت جواب چون میدونید اینجا دیگه عملا one parameter approximating solution over the entire domain ما میشود منهای چهار تا ام زیرو ال به توان دو بخش بر پی سه یه ای آی هم داره ای آیش هم من داره این نه این نه این ای آیش بودش اینجا اینجا ای آی هم داره این باید ضرب از چی بشه بچه‌ها؟ سینوس پی اکس رو میشه ما برای که این جواب با این جواب مقایسه کنیم اگر چنانچه اعداد داشتیم گرافیکا اگر اینجا عدد بود میمدیم این رو میکشیدیمش تو صرف مختصات این رو هم میکشیدیمش تو صرف مختصات چیکار میکردیم؟ با هم مقایسه میکردیم ببینیم چقدر هم افتادن
حالا که این امکان نداریم مقادیری که به ما دادن پارامتریک دادن، میتونیم بریم بگیم اگر چنانچه این تیر مشمول تغییر فرم قرار بگیره، این تیر یه همچین تغییر فرمی به هم میزنه. حالا فرض کنید این تغییر فرم اگزکتش باشه که کمک این داده شده، تغییر فرم تقریبیش که توسط این داده شده یه چیز دیگه اینجوری میشه، نه؟ بدترین مقداری که اختلاف بین نادادی هست کجا هست؟ وسطه. ببین مقدار فیل در ال دوم رو برای هر دو گزینه محاسبه کنیم و هم چیکار کنیم؟ مقایسه کنیم. فی اگزکت در اکس مساوی با ال دوم مساوی منهای ام زیرو بخش بر دو تو ای آی ال بخش بر دو یه این دونه ال منهای ال دوم هم باز میشه ال دوم. حاصل این میشود منهای ام زیرو ال به توان دو بخش بر هشت دو ای آی. این میشود دیفلکشن وسط تیر. حالا بریم برای این هم دیفلکشن وسط تیر حساب بکنیم ببینیم چقدر میشه. فی حد یک پارامتری در ال دوم میشه مساوی. خب به جای سعی بزنیم ال دوم ال و ال زده میشه چه پی دوم سینوسش هم یکی پس چند ضریبه منهای من ام زیرو ال دو رو بالا میذارم، پی سه روی چهار رو پایین میذارم. ولی تو این ای آیه منتقل باید میشد پایین یا نباید میشد؟ داره میشه دیگه، مگه نمیشه؟ اون سی یکه ای آیه اینجا باید منتقل میشه. بالا رو درست کردیم پایین هم بله. پی سه روی چهار خانم هندس اگر ممکنی پی سه رو بخش بر چهار بکنی تو ببینیم پی سه الان منهای ام زیرو ال دو مثل منهای ام زیرو ای آی مثل ای آی باید فقط این هشت بایی پی سه روی چهار چهار کنیم مقایسه کنیم ببینیم کیفیت تقریب ما به چه صورت. هفت مایز هفتاد و پنج همین دیگه ای آی. یعنی چی تو شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ هشت شده هفت هفتاد و پنج اگر از سواب مثلثات استفاده کنیم. حالا ممکن یکی بگه اگر چنانچه رفتی دو تا جمله گرفتی، یعنی تا به تقریبتون به جایی که یک جمله یک دوش باشه اندو هم داشت. اولا اندو چقدره؟ اندوتون میشود بر اساس این تعریفی که از تابع مثلثاتی داریم اندوتون میشود سینوس پی اکس نوم در دو، یعنی میشه دو پی اکس نوم. پس بنابراین تا به تقریب دو پارامتریتون میشه سی یک سینوس پی اکسلون به اضافه سی دو سینوس دو پی اکسلون. چه اتفاق اونجا میافته اگر چنانچه این محاسبه رو با دو تا جمله انجام بدیم؟ یه هفت هفتاد و پنج به سمت هشت میل میکنه. قدم هشت استپ هشت یه جوری هم اشاره کردم به استپ هشت توی توضیح آخری کامپیوت ها کانداکت کانورجنس انالیسیس کانداکت کانورجنس انالیسیس اند کامپیوت ارور باوند. کلان یه مقداری من همین تحلیلی که اینجا کردم مربوط به محاسبه خطا و اما کانداکت کانورجنس انالیسیس یعنی چی؟ نه از اچ ریفاینمنت خبره هست نه از اچ ریفاینمنت ولی از پی ریفاینمنت خبری هست. حالا اگه برای پولینومیال نه برای مسئله خاص پولینومیال نه ولی برای سینوس هایپربولیک برای تراجنومت فانکشن برای ما بیان تعداد جملات چی رو
تا به تحریف رو اضافه کنیم. حالا به زبان فوریر، یعنی از فرکانس های بالاتر تغییرات هم بهره ببریم و این جواب رو ببینیم به سمت انالیتیکال سولوشن میل میکنیم نمیکنیم. اگه پولینومیال بود و جواب هم یکذره نشده بود، هر چقدر درجه پولینومیال اضافه میکردیم چطور میشد؟ دقت بیشتر میشد، دیگری ها پولینومیال. اگر توان مثلثاتی هست باید فرکانس های بیشتری رو چین آرگومنت های دو بی اکس، بی اکس، چار بی اکس الان آرگومنت های هستن که فرکانس های خیلی ریزتر رو میتونن باستولید بکنن، تغییرات ریزتر رو میتونن باستولید بکنن و معمولا دیفلکشن وسط تیل اون چیزی میشه که اگزکت سولوشن میشه. پس این هم ایرور باوند هم که باید عملا اگر اگزکت سولوشن داشته باشیم آپراتیو سولوشن رو با اگزکت سولوشن مقایسه بکنیم، یا به صورت کلی یا به صورت موردی به صورت نقطه‌ای مقایسه کنیم و خطا چیکار کنیم به دست بیاریم. استپ 9 دو ادیشنال کامپیوتیشن اف ریکوایرد. خب موقع که شما میدان جواب جایر داشته باشی هر چیزی که اراده کنی میتونی به دست بیاری. مثلا میخوای ببینید اسلوپتون در ابتدا و انتها چقدره و آیا اسلوپتون دقیقا قرینه هم میشن یا نه، چرا که اینجا اگر چنانچه اینجوری باشه این شکل متقارن دیگه، نه این باید اینجوری بشه که ببینید کار درست انجام داده یا نه. من اینجا میبینیستم فیتون رو دارید چی؟ فیتون رو دارید این دی فی به دی ایک چقدر میشه؟ میشود منهای ام زیرو روی دو دوی آی ال اکس میشه مشتقش ال اکس دو هم میشه دو اکس. یه بار دی فی به دی اکس رو در اکسوزای سف حساب کنیم، یه بار دی فی به دی اکس رو در اکسوزای حساب بکنیم ببینیم مقدار عددشون چقدر میشه. دی فی به دی اکس در اکسوزای با سف می شود منهای M0 L بخشی در دو توی آن. درسته؟ منفی هم هست، درست هم هست، اون منفی شیبه توی چارچوب تعریف هایی که از ریاضیات داریم. حالا بریم دی فی به دی ایکس رو در ایکس مساوی با ال حساب کنیم. من در واقع رو ادیشنال کامپیوتینگ یه جورایی میتونیم بگیم راست آزمایی کاری هم که انجام دادیم میتونه باشه. دی فی به دی ایکس مساوی در ایکس مساوی ال هم میشود، خب این به جای ایکس بذاریده میشه دو ال ها ال منهای دو ال میشه منهای ال با این منفی زده میشه می شود M0 روی دو توی آی. فقط یه علامت منفی با هم فرق دارن. ولی یه چیز دیگه هم میتونید چک کنید بچه ها، دی فی به دی اکس دیمانسیونش چیه؟ بی بوده، چون فی دیمانسیونش اله، اکس هم دیمانسیونش اله، ال به ال بی بود میشه. باید M0 روی M0 روی دوری های هم چطور بشه؟ بی بود بشه. یه لحظه این کار رو هم میکنیم. این هستش نیوتون متر، یعنی F L، اونم هست L E I مثل دیمانسیون تنشه هستش F L به قوه منهای دو، اونم L به قوه چقدر؟ F و L، F و L، L و L، B بودش.
باطل نکه روش ریس چی هست؟ باطل نکه یعنی چی؟ خانم از خدا می؟ ایراداش این رو بساش چی هست که ما سویچ میکنیم به منطقه نیست؟ اولین باطل نکه روش ریس انتخاب توابع شکل اولین باطل نکه روش ریس انتخاب توابع شکل که شما باید توابع شکل رو بر اساس شرایط مرزی نوع اول اهم از همگن و غیر همگن انتخاب اگر شرایط مرزی عوض بشند خواهش کنم دقت بکنید اگر شرایط مرزی مسئله یعنی معادله دیفرانسیل به شرایط مرزی دیگری معروض بشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا به جای که ما این تکیگاه مفصلی داشته باشیم این طرف یه تکیگاه گایده ساپورت داشته باشیم زمین خانم از کلامی یه سوالی هم تو ایمیل پرسیدن این سوالی هم که تو ایمیل پرسیدن هم خیلی سوال میتونست بحث برانگیزی باشه که اگر چنانچه هر دو تا شرط مرزی نوع دوم باشن و ماتریس سختی هم سینگولار باشه ما چی کار کنیم؟ پاسخ چی بود خانم مهندس؟ نوشته بود که شرایط معمولا اینجوری پیش نمیاد ما باید مشکلمون یعنی سوال که مطرح میشه اینجوری ولپوز باید سوالمون این پوزه ولی میخوام اینجا توضیح بدم یه سوال این پوزی که من میتونم بپرسم و شما راحت از منظر سازه یه رهش بکنید این چیه؟ یه تیر تیر داشته باشید که هر دو طرفش گرگ ساپورت باشه خب یه تیر داشته باشید که هر دو طرفش گرگ ساپورت باشه که پایدار نیست میفته نگاه کنیم این یه تیر بیاد این طرفش گرد ساپورت بذارید این طرفش هم گرد ساپورت بذارید ناپایداره این نمونه این پوست پرابلم حالا البته اینجا اینکه شرایط تکیگاهی رو چجوری کوانتیفای بکنیم چون ما برای موقعی که این طوری باشه تکیگاهیمون در این راستا حرکت نداریم ولی در این راستا حرکت داریم اگر تیر تحت اثر بار محوری باشه مثلا اینجا اینطوری باشه مفصل باشه این بری همچین نیروی باشه و شما بخواد این رو تحلیل بکنیم اینجا جا به جاییتون صفره ولی اینجا جا به جایی داری میتونه حرکت بکنه و بعد با زور همین پروسه ای که به عبارت دیگه میخوام بگم اگر چنانچه مسئله داشته باشید که بدی مکس بلا موضوعیت داشت یعنی کوفیشن متریکسون هم در مقیاس المان هم در مقیاس سیستم سینگولار بود نمیتونید هر دو طرف شرط مرزی نوع دوم بدید اگر شرط مرزی نوع دوم بدید اصلا کوفیشن متریکستون متاثر نمیشه از این شرایط مرزی در نتیجه سینگولار میمونه غیر حل برگردید تو صورت مسئله تجدید نظر کنید صورت مسئله مشکل داشته که همچین اتفاق افتاده یعنی تکیگاهاتون برای سیستم پایداری رو تامین نمیکنه خب من میخوام همین سوال رو که اینجا پرسیدیم به جایی که با روش ریس حل کنیم شروع کنیم با روش
استپ یک discretize the computational domain into finite element. دامنه مواصفاتی دامنه فیزیکی ما از سه تا علم پیوسته است. باید بیان دامنه مواصفاتی رو به این تعداد المان تقسیم کنیم. اینجا من برای که بتونم تمام مراحل رو کاور بکنم میام به سه تا المان یا برای که بتونم دقیقا چیز تولید بکنم به چهار کلمان تقسیم خروجی خواهش من دقت کنید خروجی قدم اول تو فنت المنت پاسخ به دو تا سوال بود. سوال اول نمبر آف المنت، سوال دوم تایپ آف المنت. آیا تو فرق اینترپولیتینگ و اپراسیمیتینگ فانکشن تو ریاضی چیه که اینقدر تاکید کنیدش؟ اینترپولیتینگ فانکشن روی المانه، اپراسیمیتینگ فانکشن رو کل دومینه. این سنه اینترپولیتینگ فانکشن بور ای تیپیکال برای دایرکت آپروچ زدیم هیچ فرقی نمی کنیم. باید ببینیم چی؟
باید بگیم interpolating function over the typical element. شاید یه چیزی هم بگم بد نیست. بچه ها این شکل رو میتونید الان تبدیلش رو کنید به این شکل. NBG چهار تا فنر دارید. بگی چهار تا فنر دارید عرض برید تو دوالیه، تو بالی در یک آبروچ که این فنرها در این نقاط به هم فتو شدن بس شد. Interpolating function over typical element can be written as I از یک تا R N I E as a function of X P I گفتیم یکی از باطلنک های روش ریتز انتخاب دوابه شکله که باید شرط منزل اعمال بکنه. اینجا اصلا ما کاری به شرط مرزی نداریم، فقط تنها شرطی که روی انهای میذاریم میگیم انهای باید پنج شرط داشته باشی. قبلا پنج شرط هم بهتون گفتیم، یادآوری میکنم پنج شرط داره. خاصیت دیراک دلتا یعنی ان آی در ایکس جی یک، ان آی در ایکس آی یک، ان آی در ایکس جی سف، این میشه دیراک دلتا رو بردیم. مجموع NI برای هر X در هر نقطه از دومین یکی مشتق صفر، خاصیت صفر است. خاصیت چهارم، اگر درجه این دو هست درجه اینم دو، اگر درجه این سه هست درجه اینم سه. الان اینجا اگر چنچه R رو من دو بگیرم این لینیره، اینم لینیر میشه. اگر چنانچه آر رو سه بگیرم یعنی سه تا گره داشته باشم، این پارابولیک میشه، اینم پارابولیک میشه و الاخر. خاصیت پنجم که خیلی خاصیت مهمی هست این هست که این فیه ای ایس اگر ایس متعلق به المان باشه این، اگر خارج از المان باشه صفر. خاصیت پنجم، اگر چنانچه x متعلق به این المانه باشه فی اینجوری تعریف میشه، ولی اگر چنانچه x یعنی این بر باشه یا اون بر باشه فی صفر. یه تفاوت دیگه هم دارن، ما توی روش ریس این از هر چهار خانواده میتونستیم بگیریم، ولی چیزی که عرف شده، چیزی که سنت شده، چیزی که همه بهش پایبند هستن تو روش عناصر محدود اینها رو از خانواده فقط پلینومیال انتخاب می‌کنیم. یه تفاوت دیگه هم داره، تفاوت بعدی این هست که توی روش ریس ما میگیم یه ترکیب خطی از اندیترمین کوفیشن و شیپ فانکشن، اینجا میگیم یه ترکیب خطی از شیپ فانکشن ها و نودال و هلیوز. یعنی سی آی ها تعبیر فیزیکی برایشون مترتب نیست، ولی فی آی ها تعبیر فیزیکی برایشون مترتب، دقیقا نودال و هلیوز درگیره ها هست. تو اون صفحه این نه صفحه که خدمتون دادم اینها رو مفصل چکار کردم؟ توضیح دادم. استپ چهار، استپ سه، convert differential formulation into variational formulation over a typical element. اونجا میگفتیم تو روش ریسی چی؟ entire over the entire domain، ولی اینجا میگیم over a typical element. این المان عمومی پس convert strong
پر تو وریشنال فرمولیشن فعلا به توابع کار داره که میتونیم این تبدیل انجام بدیم. اگر چنانچه نتونستیم هم یه بحث دیگه میشه. این تو وریشنال فرمولیشن اوور تیپیکال ببینیم تفاوت بین روش ریس و روش پندلمن تا آنجا که به استپ 3 مربوط میشه کجا خودش نشون میده. علاوه بر اصول باید بگیم مطابق اون روشی که تو ریس گفتیم ام 0 رو بیاریم این بعد خب شروع کنیم طرفین رو در چی ضرب کنیم ثابت بعد ضرب بکنیم میشه استپ 1. استپ 2 شروع بکنیم اینتگریشن بای پارت انجام بدیم و شرط مرزی رو اعمال کنیم. ببینیم اینجا که این ترمانه مثلا میتونه این باشه اصلا در تماس با مرز نیست. ببینیم تکلیف شرط مرزی رو به چه صورت در میاد. پس اونا برمیه W از فانکشن آف X در دی آی دی دوی پی به دی ایس دو منهای ام زیرو دی ایس از صف تا از اینجا بگیم از ایس یک ای تا ایس بار ای این x1 ای هست و این هم چیه؟ x باره ای نوسا چقدر؟ اینتگریشن بای پارت انجام بدیم می شود ای آی دی دبلیو به دی ایس دی پی به دی ایس دی دبلیو رو خود دبلیو خود دبلیو محاسبه شده در x1 ای x آر ای منهای اینتگرال از x1 ای تا x آر ای دی آر دی دبلیو به دی ایکس دی فی به دی ایکس دی ایکس این میشه اینتگریشن بای پارت جمله اول منهای اینتگرال از ایکس یک ای تا ایکس آر ای ام زیرو دبلیو ایکس دی ایکس
بکنیم، اینو بازش کنیم، اینو بنویسیمش ای آی دبلیو محاسبه شده در ایس آر ای زرد داره دی اف ای به دی ایکس محاسبه شده در ایس مساوی با ایس آر ای این حد بالا رو اعمال کردم منهای ای آی دبلیو محاسبه شده در ایکس یک ای ضرب دی اف ای به دی ایکس محاسبه شده در چی بچه ها؟ باقیش هم خودش حالا شروع میکنیم شرایط مرزی این المان رو مطرح میکنیم. شرایط مرزی این المان در این مرحله محدود میشه به این که ما یه نامگذاری به این بدیم، به این ها یه نامگذاری بدیم. این نامگذاری چه ویژگی داره؟ باید نگاه کنیم ببینیم پرایمریمون چیه، سکنداریمون چیه. تو این مسئله که ما داریم پرایمریمون فیه، سکنداریمون دی فی به دی اکس. میایم این ای آی در دی فی به دی اکس در اکسای آ و دی آی ای آی دی فی به دی اکس در اکسای ست رو یه نام بهشون میدیم چون سکنداری وریبل هستن. میگیم کیوی آی از فانکشن آف ای یعنی برای المان این مساوی هست با ای آی دی اف دی به دی ایکس محاسب شده در ایکس مساوی با ایکس آی ای حالا آی آی یک یا آره زر بداره این آی. حالا این این آی رو هم باید تعریف بکنم که این آی چی؟ Where این آی مساوی هست با مثبت یک if آی مساوی آی باشه، یعنی در واقع این آی یونیت وکتور به طرف بیرونه. منهای یک اگر چنانچه آی مساوی چقدر باشه؟ یک باشه. میایم این سکنداری وریبل رو یه نام بهش میدیم. حالا این نامی که بهش میدیم اینجوری به ما کمک میکنه که اگر رفتیم اینجا نگاه کنیم میبینید اینکه باید به جای ای آی دی فی به دی ایکس در ایکس مساوی آر بذارید چقدر؟ باید بذارید کیوی آر، درسته؟ ضرب داره دبلیو. پس بنابراین دبلیوی آر ببخشید دبلیو در ایکس آر ضرب داره کیوی آر. اینجا چون آیتون یکه پس بنابراین منهای این میشود کیو یک به اضافه دبلیو در اکس یک آر اکس یک ای ضرب کیو یک ای. این کاری که ما انجام دادیم بعدن که حالا میخوام به اینجا رسیدیم جملات بعدی رو هم داریم باید بگیم جملاتی رو که درشون دبلیو به کار رفته میرن رو جی ها، جملاتی که هم دبلیو دارن هم فی دارن میرن تو چی؟ که اینجا که میام این نامگذاری رو انجام میدیم دیگه اون کانفیوژن نداریم که این جمله رو کجا بذاره بشون. الان اینجا که رسته میگیم جمله مربوط به که میشن نه مربوط به چی؟ که. ولی اگر اینجا باشیم از کدوم بپرسه میگیم کدوم جملات مربوط به فی کدوم جملات مربوط به
که کدوم از جمله مربوط به کی میشن، میگیم که فی داره پس ببینیمش کجا، ببینیمش تو کی. ولی نامگذاری که کردیم عملا این نامگذاری باعث میشه که ما کانفیوژنی ابهامی در انتخاب نمیشه. خب اینجا میگیم کی ما روی هرمان هستش W در X فی X. که اگر شانش نگاه کنیم تنها جمله‌ای که درش هم دبلی و هم فی به کار رفته اینه، اینو ببریم اون طرف، اینا رو بقیه رو این طرف میذاریم، پس میشود اینتگرال از X1 ای تا اکس آر ای پی آی دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس دی اکس. این می شود بای فانکشنال ما که باید با دو تا شرط رو آنر بکنیم که بتوانیم به ولیش نات فورمیشن چیکارش کنیم، تبدیلش بکنیم. جی اون چی میشه؟ خب اینو بردیم اون طرف، ولیش رو این طرف بذاشیم، میشه از مساوی با منهای اینتگرال از x1 ای تا x2 ای x آر ای m0 w x dx. حالا برای که من بتونم برم به صورت یه سمیشن بیر میستم، هیچ ایرادی هم نداره که این تو المان هستیم، یعنی مثلا بگیم این تابعی که اینجا انتخاب میکنیم یه هندسه های بهش بدیم، هم تو این هندسه تا آخر با ما هستش دیگه، اینجا هم هستش، اینجا هم هستش، اینجا هم هستش. اینجا هم هستش، اینجا نداریمش، اینجا هم هستش، اینجا هم هستش، و بعد اینجا هم هستش، اینجا هم هستش، اینجا هم هستش، اینجا هم هستش. خب بعدی میشه چی؟ میشه به اضافه یه ببینم داریم نظر چی صحبت بکنیم، چون میخواییم این W در Q1 در این ضرب میشه و که نه از ضرورتی نداشت از خواهی میکنن ضرورتی نداشت که بزنم بشه بشون پوزش میدن که ضرورتی نداشت که این رو لحاظ کنم در این مرحله، چون با این اشتباه میشد. عملا این میشود W در X1 E ضرب در Q1 E به اضافه W میتونیم انتخاب کنیم هم جواب داشته میسیم W در X R E زرد در کیو آره. خب دوستان که باید دو تا شرط ارضا کنه، که باید یه شرط ارضا کنه تا من بتوانم از که مساوی با جه کنش من در بیارم، که باید هم سیمتریک باشه هم لینیر، که هست جه هم باید لینیر باشه، که هست. اگر دبلیو رو اینجا توی این عبارت که برای دبلیو تعریف کردیم با آلفا یو به اضافه بتا بی جای بزید
این مقصد. پس میتونیم بیان بگیم
فی یک ای ضرب در کیو یک ای به اضافه فی آر ای ضرب در کیوی چی؟ اگر تو روش ریس بودیم به اینجا رسیده بودیم که قدم سوم بود میگفتیم این مسئله تو دامنه حساب چیه؟ تغییرات. باید با یه ساز و کاری این مسئله از دامنه حساب تغییرات بیاندازیمش تو دامنه حساب دیفرانسیه، نه اینکه بریم از این آیل لاگرانژ به دست بیاریم، نه، بریم به جای این فیا بذاریم. اگر چنانچه به جای این فیا این بذاریم، آی یک تابع از تابع نیست. چرا؟ چون تابعشه که معلوم هست، تابلو هست توی تابلو فرد تلمه. موقعی که بریم بذاریمشون اینجا به جای این اینتگرال بذاریم شروع بکنیم اینتگرال بگیریم، اکساج تو میشه از بین میره، فقط فیا میمونن. یعنی این میشه یک تابع از فی یک، فی دو، فی سه، فی چار تا فی آر. پس بریم سراغ استپ بعدی. آیا تو گرام کردی از یک تا آر باشه؟ اینا این دو جمله رو که یدک میکشیم سامیشون هم میشه جاش بذاریم دیگه؟ نه نمیتونیم بذاریم سامیشه چون دو تا هست، سامیشه نمیشیم گوشیم آیا از یک تا آر دو و چار سه و چیرا رو میبینه، در حالی که این اینتگرال فقط اول آخره. نکته خیلی مهمیه، سوال خیلی مهمیه. ما اینجا نمیتونیم سمیشن بذاریم، چون سمیشن بذاریم جملات فی دو فی سه فی چار فی چار هم در بر میگیره سمیشن، در حالی که اونجا نیستن اینا. این فقط دو تا جمله است، اول و آخر. چطوری ایجاد شد اینتگریشن بای پارت؟ اینتگریشن بای پارت هم جمله بای باوندری تم فقط اول آخره. بسطی ها؟ اگر چنانچه استپ چهار رو بخواهیم نمادیم تکرار بکنیم، باید بگیم کامپیوت element properties. برای که بریم خواص المان حساب بکنیم، باید بریم توی این کنشمندی که به دست آوردیم به جای فی هر جای فی داشتیم اینترپولیتینگ فانکشن بذاریم. این میشه یه مسئله تو دامنه حساب دیفرانسیل. که آرگومنتش دیگه تابع نیست، یه سری نودار برمیم. شرط آر رو بارتون گره داشته باشه، این مساوی هست یک دومه اینتگرال از اکس یک ای تا اکس آر ای پی آی پیه پیه ای به دیه اکس به توان دو به اضافه دو تو ان زیرو فی ای اکس. این باید چکار کنیم؟ ببندیمش. بعدا چکار کنیم؟ این دو تا جمله آخری هم ناشی از نهاده که ما هستن چکار کنیم؟ بنویسیمش، یعنی بنویسیمش فی یک ای ضرب در کیو یک ای به اضافه فی آر ای ضرب در کیو آر ای. این مسئله یه مسئله تو دامنه حساب تغییرات نیست، چرا که آرگومنت های دیگه تابع نیست، آرگومنت های تعداد سکیل کوانتیتی هستن. میتونیم شروع بکنیم مشتق آی ای رو
نسبت به فی آی هی بگیریم مساوی صفر. بعد این آی از چند تا چند تغییر میکنه؟ بچه اگر اصلا چه فیتون این باشه میتونید به جایی سمیشنه چی بذارید؟ من دیگه همانا اینجور باید من یه بار میبذر بنیستمش آی فیه که ای فیتوی ای فیاره ای یک دوم اینتگرال از x1 b تا x2 b برای که نوتیشن هم درست در بیاد اینجا می شود ای خب این می توانیم اینو فعلا نذاریمش این اینجا بذاریمش بعد بگیم این میشه سمیشن آی از یک تا آر این پرایم ای آی از فانکشن آف اکس فی آی ای این به جای چی باشم؟ به جای این به توان دو ها به اضافه دو تا M0 سمیشن آی از یک تا آر N آی ای از فانکشن آن اکس پی آی ای این هم بجای چی داشتم؟ بجای این فیه چون تعریف فیه ای اینه باید حالا شروع کنم اینو ببندمش دی اکس به اضافه پی یک ای ضرب کیو یک ای به اضافه پی آر ای ضرب کیو آر ای حالا شروع کنم اینو پیاده کنم برای که بتونم خواص المان رو به دست بیارم خواهش کنم دقت بکنید این که مساوی صفر قرار بدیم باید بنویسیم خب این دو میاد چی؟ جلو با یک دومه زده میشه بعد باید مشتق داخل پرانتز رو نسبت به فی آی ای بگیریم ها؟ بعد در یکی کمتر زده پس اونا برای میشود این پیگاهی از ایکس یک بی تا ایکس آر ای مشتقش می شود این پرایم آی پس بنابراین ای آی این پرایم آی ای در ایکس در یکی کمتر برای این سمیشن که می گیریم با این آی باقی نشه سمیشن تبدیل به جی میکنیم جی از یک تا آر این پرایم ای جی پی جی ای این میشه مشتق اول جمله اول مشتق جمله دوم آخر منظورم چی میشه؟ مشتق این نسبت به فی آی چی میشه؟ میشه این آر درسته که این ان تو آر تو تر داره این یک، ان دو، ان سه ولی ما داریم نسبت به فی آر میگیریم فی آر میگیریم میشه این آر میشود این آر ای از فانکشن آف اکس حالا عملا باید اینجا
شروع کنیم در اینکه دی ایکس تو همه از دی زر میشه نه؟ پی ایکس به ازاره. خب مشتق به این عبارت نسبت به فیه های نه اینه وسطی ها هم که نداریم صفر میشه. فقط تنها نسبت به اولی و آخری داریم. پس بنابراین این مساوی با صفره برای فیهای میانی نه یک باشن نه آر باشن. این مشتق به فی هست، مشتق به آی هست، نسبت به چی؟ فی آی که آی نه یکی نه آره. اگر چنانچه بخوام مشتق به آی رو نسبت به فی یک بگیریم، این همونه قبول، منطقه همه آیا میشن یک چیه را دست نمی کنن. پس نابراین بنویسم انتگرال از اکس یک ای تا اکس آر ای ای آر این پرایم ای یک از فانکشن آف اکس، این سمیشنه دست نمیخوره، به اضافه دو تا این زیرو این هم میشود این یک ای اکس بسته ای اکس به اضافه چی بچه ها؟ کیم یکی مشتق آی نسبت به فی آل ای هم اگر چنانچه مساوی صفر قرار بدید این جملات این یکی میشه آر، این هم میشه آر، این هم میشه آر به خاطر ملاحظاتی که روشنه براتون. اکس یک ای اکس دوی اکس آل ای پی آر این پرایم ای آر از فانکشن آف اکس بی سمیشن دست نمی خوره به اضافه دو تو ام زیرو این آی ای اکس اضافه کیونه دی اکس اینم بسته دی اکس به اضافه کیوی آر ای مساوی با صفر. خب چجور من از توی اینها خواص امان رو به دست بیارم؟ میتونم اونهایی که فی دارن بدمشون به این طرف، اونهایی که فی ندارن ببرمشون اون طرف و عملیات بیروکراتر رو انجام بدم. میشود که یه element stiffness matrix ضرب vector of element nodal values مساوی با حالا این یکی اینجا می شود میرون طرف دیگه نه میرون طرف البته این دوها هم برداشته میشن چون دو هم با یک دومه زده میشن این دوها هم رو اون یک دومه زده میشن میشود اسم این رو میذاریم وکتور آف الیمنت فورسینگ فانکشن. حالا من یه جایی فکر میکنم باید تأمل کنم ببینم چرا اینها مثبت شدن. کسی چون یه چند دقیقه خانم من سوالم واسه خانم میکنم وقت داریم خانم چون میخوام دیگه نمیستم بیشتر سه آینده سه شنبه
این رو هم تکلیفش روشن کنیم که چرا اینها منفی شدن، نه اینا مثبت شدن، نه باید عملا علامتش به گونه‌ای بشه که موقع میرن اون طرف مثبت باشن، که من بنویسمش F B اضافه Q برداره Q. نگاه کنید ما اینجا که اینتگرال گرفتیم میگیم منهای L. خود L چی بود؟ لطفا نگاه جزئیاتتون بکنید، تلو نگاه کنید. اگر لینیریتی برقرار میشد جی میشد ال، یعنی در واقع همون جی. جی تعریفش چی بود روی ال ما؟ ترم ناهمگینی ضرب در ضریب وزنی. اگر من نگاه کنید جی بودش منهای یه اینتگرالی به اضافه این دو تا ترمه. قبول؟ جی بودش منهای اینتگرالی به اضافه این دو تا ترمه. حالا موقعی که جی میشه این میاد اون طرف، اینا میشن به اضافه دی، یعنی میشه به اضافه اینا دو میشن منها. گرفتید؟ یعنی در واقع اینجا که هستیم اینا دو تایی میشن منها، بعد به طبعه اون اینا دوتایی هم میشن چی؟ منها. حالا عملا اینجا موقع که اینجا میاد این منها میشه، اینم منها میشه، و موقعی که میبرید اون طرف این میشود به اضافه کیو. من تنها چیزی که خدمتتون میگم و به خدا میسپارمتون این جمله هست که این استپ چهار که میگیم محاسب خواص المان، منظورمون چی چیه؟ کا چی هست؟ element stiffness matrix. انتری عمومیش چی هست؟ انتری عمومی کا، کا آی و جی ای می شود ای آی ان پرایم آی ان پرایم جی. اینتگرال از ایکس یک ای تا ایکس آر ای ای آی ان پرایم ای آی ان پرایم جی ای دی ای. این هم میشه انتری عمومیش. چند در چند کار بچه ها؟ آر در آر. چرا؟ چون این آی و جی از یک تا آر در آر به ازای آی و جی مساوی با یک دو تا آر. فی که تکلیفش روشنه، فی در مقیاس هلمان یه برداری هست که آر تا صد داره، یه ستون داره. فی یک بی، فی دوی بی، تا کی؟ انتری عمومی وکتور آف element forcing function F آی ای میشه مساویه منهای اینتگرال از ایکس یک ای تا ایکس آر ای ضرب در ان زیرو ان آی ای در چی؟ و اما آخرین جمله کیوی این مساوی هست با خانم از نهی گفتی چی بینستم تو جمله میدونم در این در برای جلسه بعدی دارم تغییرات رو در بید کیوها تغییر فلان کیو یک بی سه متوجه شدید اصلی صحبت من چی بود؟ ابتدا و انتها و اینجا پیدا چون دیدید اینجا با چه مسئله مواجه شدید وسطی ها نداشتن آخری ها اول آخری داشتن. این میشه کا و اف و کیو میشن خواص علمان.
جلسه آینده که روز سه‌شنبه هست انشاءالله به اصلا بریم. جالبه جلو جلو بگم که کنجکاویتون تحریک بشه. من مثل آسون منه انشاءالله موقعی که رفتیم سیستم حل کردیم در این گره که وسط هست باید چقدر بشه نودار بریم همون نودار بریم اگزکت بشه یه مسئله داره من میکنم منهای M0 L2 روی هشت آی این میشه جواب انگله وسطی با استفاده از فیلت الیمنت. از حوصله همینگه سپاسگزار هستم تا انشاءالله جلسه روز شنبه همینگه رو خدا میسپارم. خدا پشت